بحث امروزمون راجع به حسادت است. این صفت رذیله ای که همه دارن، کم پیدا می شود کسی که حسود نباشد. مبارزه ها می خواهد، مبارزه های دینی، خودسازی ها می خواهد. انسان بتواند این درخت رذالت حسادت رو از دل بکند و به جای اون درخت فضیلت عاطفه رأفت به یکدیگر رو قرض کند، بارور کند، از میوه اون استفاده کنن. به قول استاد بزرگوار ما حضرت امام، 40 سال خون جگر انسان بتونه بگه من حسود نیستم. گناه این حسادت خیلی بالا هست. پیغمبر اکرم می فرمودن که الحسد تأکل الحسنات کما یأکل النار کما تأکل النار الحطب. آتش چجوری هیزمها رو می سوزاند، نابود می کند، حسد اعمال خوب انسان را نابود می کند. روایت دو تا معنا داره. یه معنا اینه که این رذالت موجب می شود دیگه خدا اعمال این را قبول نکنه. ولو اعمال صحیح باشه دیگه قضا نداشته باشد، کفاره نداشته باشد، اما دلی که در اون حسود باشد خدا به این دل نظر رحمت ندارد، لذا اعمالش رو قبول نمی کند. یه معناشه. یه معناشم اینه که معمولا آدم حسود غیبت می کند، آدم حسود تهمت می زند، آدم حسود شبه پراکنی، شایعه پراکنی میکنه برای این که طرف رو از میدان در ببرد، آبروی دیگران رو ببرد. و کسی که چنین است دیگه اعمال خوبش رو میدن به اون کسی که حسادت برای او کرده است. روایت داره که امام صادق سلام الله علیه شنیدن که یک کسی پشتر ایشون غیبت کرده. البته ائمه طاهرین که عیب ندارن تا عیبشون رو پشتر او بگویند، باید تهمت زده باشن. بالاخره در روایت داره غیبت کرده اون. امام صادق یه طبق خورما براش هدیه فرستاده. این دشمن آقا بود، تعجب کرد، حتی اومد به آقا گفت که من دوستی با شما ندارم، من به شما خوبی نکردم، این طبق خورما چیه؟ حضرت فرمودن نه، تو به من خیلی خوبی کردی، برای این که پشت سرم غیبت کردی خدا اعمال خوب تو را در نامه عمل من نوشت و از اعمال نامه عمل تو پاک شو. دیگه نامه عمل تو خوبی نداره، خوبی هاش اومده در نامه عمل من. در روایاتم داریم در روز قیامت بعضی ها مکه رفتن،
نماز جماعت خوندن، خمس دادن، به فقرا رسیدگی کردن، اما در روز قیامت میبینن که نامه عملشون از این چیزها نداره. خدایا من حج کردم، روزه گرفتم، به مردم رسیدگی کردم، این نامه عمل مال من نیست. خطاب میشه نه، اشتباه در کار ما نیست، اعمال خوب تو دادی به کسی که پشت سر او غیبت کردی، اعمال خوب تو دادی به کسی که تهمت به او زدی، اعمال خیر تو دادی به کسی که شایعه پراکنی بر او کردی. حتی اگه اعمال خیر نداشته باشد، اعمال بعد اون آقا اون خانم میاد در نامه عمل این. در روز قیامت نامه عمل رو بهش میدن، میبینن نوشته زنا، دزدی، خیانت. این میگه خدایا این نامه عمل مال من نیست، این کسانی که این نامه عمل رو به دست چپ من دادن اینها اشتباه کردن، من در مدت عمرم این گناهان رو نکردم. خطاب میشه نه، اشتباه نیست، غیبت کردی پشت سر اون کسی که زنا داده، زنا کردی، تهمت زدی به اون فردی که صفت بد نداشته و تو گفتی، شایع پراکنی کردی برای اون کسی که آبروشو ببری، اعمال خوب نداشتی به او بدیم، اعمال بد تو را دا، اعمال بد او را دادیم به تو، ازا تو باید جهنمشو بری. این روایت پیغمبر این معنای دوم را هم داره که الحسد تأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب، آتش برافروخته چجور هیزمها رو می سوزاند، نابود می کند. حسد و حسادت اعمال خوب انسان را نابود می کند. به هر معنا که باشد معلومه این روایت پیغمبر اکرم یک زنگ خطری است برای همه ما. حسادت چی هست که همه داریم؟ حسادت اونه که ما برای مردم خوش نخواهیم. اگر ببینیم یک کسی مال داره تحریک بشیم، ناراحت بشیم. اگه ببینیم یک کسی یه اتومبیل خوبی امروز سواره ناراحت بشیم. حتی همون وقتی که رد میشه یه چشمکی بزنیم، او ببین. اگر یک کسی یه خانه خوب داره، چشم و همچشمی به اندازه ای که حاضر باشیم دینمونو بدیم یه خونه مثل او بسازیم. این زندگی چشم و همچشمی که الان در میان خانوم ها در میان آقایون هست، یعنی حسادت. یعنی حسادت تو اجتماع ما جدی داره کار میکنه و گناهش خیلی بزرگه. قرآن زنگ خطر میزنه، میفرماید آقا خانم مواظب باش، حسود نباشی، که اگر حسود شدی حاضری برادرتو بکشی برای این که اون حس حسادت تو ارضا بشه. حاضری برادرتو نابود بکنی
در حالی که میدانی گناهش بزرگه، برای این که حس حسادت خود را ارضا بکنی. بعد قرآن دو تا مثال میزنه، یه مثال راجع به هابیل و قابیل، دو تا پسر، اونم مال حضرت آدم. حضرت آدم پیغمبر خدا بود، پیش خدا خیلی مقرب بود، برای یه اشتباه کاری اون تقربش از بین رفت، ولی علی کل حالین حضرت آدم پیش خدا علاوه بر این که پیامبر خیلی مقربه. دو تا پسر دارد، یکی هابیل یکی قابیل. دستور داده شد اینها قربانی بکنن، مثل ماها که در مکه قربانی میکنیم، یا مثل ماها که در وطنمون قربانی میکنیم. اینها قربانی کردن، اما اون وقتا اینجور بود که اون کسی که قربانیش قبول میشد، قربانی او سوخته میشد، یا آتشی از عالم غیب میآمد سوخته میشد. اون کسی که قربانیش قبول نمیشد سوخته نمیشد. اینها رفتن سر کوهی، دوتایشون قربانی کردن، قربانی هابیل قبول شد، قربانی قابیل قبول نشد، حسادتش قول کرد. چرا باید از تو قبول شد از من نشه؟ فکر نمی کرد که این که از او قبول نشده، از او شده زیر سر خودشونه. او قصد قربت نداشت، قربانیش قبول نشد. او قصد قربت داشت، برا خدا بود، هیچ در نظر نداشت جز خدا، قربانیش قبول شد. اما دیگه وقتی حساست گل کنه، فکر این چیزها را نمی کنه. حتی قابیل به هابیل گفت میکشمت. هابیل به قابیل گفت چرا؟ چه کردم با تو؟ من آدم کش نیستم، تو هم نباید آدم کش باشی. اگر خدا قربانی تو رو قبول نکرد به من چه؟ دیگه نگفت که بابا به خودته، تقصیر خودته، اما گفت که به من چه؟ خب خدا قبول نکرده است، خدا به جا قبول نکرده، گفت میکشم. و بالاخره قابیل هابیل را کشت، که قرآن میفرماید در وقتی که کشت نمیدونست این مرده را چه کارش بکنه، تا یک کلاخی یادش داد او را زیر خاک بکن. بعد قرآن می فرماید من اجل ذلک کتبنا علی بنی اسرائیل ان من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فکأنما قتل الناس جمیعا و من احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا. ما برای این گناهی که ای کرده گفتیم به مردم، به بنی اسرائیل گفتیم گناهش خیلی بالاست. اگر کسی کسی را بکشد مثل این است که جهان را کشته باشد. یعنی الان اگر یک کسی عمدن کسی را بکشد مثل این است که جهان را کشته باشد. حتی اگر سهون باشد باز رهاش نمی کنم. یعنی یک کسی رو زیر گرفت، تقصیرم نداره از نظر رانندگی، اما این علاوه بر این که دو ماه روزه باید بگیره، علاوه بر این هزار مثقال طلا باید دیه بده. گناه قتل بنا سهوی باشد خیلی بالا، و اما اگه عمدی باشد مثل این است که جهان را کشته باشد.
بله، اگر کسی هم بتواند کسی که در شرف مرگ نجاتش بده، اونم مثل این است که جهان را زنده کرده باشه. قرآن می فرماید برا خاطر اون قتلی که واقع شد ما دیگه یه قانون وضع کردیم و گفتیم آدم کشی گناهش خیلی بزرگه، به اندازه ای که جهان را کشته. این آیه شریفه چند تا معنای شیرینی داره. یه معناش همینه، یه معنا این که خدا برای انسان‌ها شخصیت قائله، به خلاف دنیای روز که برای انسان‌ها شخصیت قائل نیست. نه، خدا برای انسان شخصیت قائله، به اندازه ای که اگر یک نفر رو بکشد مثل این جهان را کشته باشد. یعنی یک نفر پیش خدا از نظر شخصیت، از نظر احترام یک دنیا. یه معنای دیگرم که اونم معنای شیرینیست اینه که امام صادق فرمودن اگر کسی رو منحرف کنه به واسطه شبهه‌ای، به واسطه یه حرف بیجایی در جلسه، یه شبهه برای او پیدا بشه، مثلا در جلسه حسادتش گل کند، پشت سر مراجع روحانیت یه غیبت کند، یه تهمت بزند، یه شایعه پراکنی کند که جوان در جلسه منحرف شود، اون ارادت به روحانیتش کم شود. امام صادق می فرماید معناش اینه گناهش به اندازه ای که جهان را کشته باشد. این راجع به حابیل و قابیل، راجع به پسران حضرت یعقوب. خب اینها بچه پیغمبره، با از نظر قانون وراثت خیلی بالاست، از نظر قانون تغذیه خیلی بالاست، از نظر قانون همنشینی خیلی بالاست. چرا چنین می شود که برادر می کشد؟ مرگ بر حسادت. قرآن در این باره می فرماید که چون حضرت یعقوب این یوسف را دوست داشت، اینا تصمیم گرفتن این یوسف را نابود بکنن. حالا چه تقصیر یوسف داره؟ هیچ. پس چرا میخوان نابودش کنن؟ مرگ بر حسادت. میبینن که حضرت یعقوب خوبی میکنه، به این داد و فریادشون بلند میشه، پشت سر حضرت یعقوب غیبت میکنن، پشت سر این بچه بدگویی میکنن، به اینها ارضا نمیشن، تصمیم میگیرن نابود کنن. و بالاخره این بچه بیگناه، آوردندش به عنوان تفریح بیابون و این را زنده زنده انداختن در چاه برای اینکه نابود بشه. خدا او را نگاه داشت. اما اینا دست برداشتن؟ نه، در وقتی که قرآن می فرماید فهمیدن که این را از چاه بیرونش آوردن، آمدن این حضرت یوسف را فروختن به یه قیمت کمی. قرآن می فرماید قیمت کمی، به 18 درهم، به 18 تومان. چرا چنین کردن؟ حالا از چاه بیرون اومد، چرا توبه نکردن؟ چرا بچه رو به پدر بر نگردوندن؟ حسادت وقتی باشه نمیذاره انسان کار خیر بکنه. حسادت یعنی کار شر کردن. و بالاخره بچه رو فروختن. دیگه خدا خواست این مظلوم برسد به اونجا که به جز خدا نمیدانم. اما بالاخره حسادت پسرهای پیامبر را به
به اینجا رسون. نظیرش در تاریخ فراوانه و ما باید حسود نباشیم. بدانیم اگه حسودیم نمیذاره سالم بمونیم. نگید هم من حسود نیستم، نه. الان گفتم که استاد بزرگ دوار ما حضرت امام میفرمود 40 سال خون جگر میخواد، مبارزه میخواد انسان بتونه این درخت رزالت رو از دل بکنه. در همه هست، در روحانیت هست، در بازاری ها بیشتر یا هست، در اداری ها هست، در خیش و قوما بین دو تا برادر که یک کدام کاربارش خوبه یک کدام نیست هست، در میان زنها دیگه معلومه مادر شوهرها و عروسا چه قوقایی است. شما اصفهانی ها یه تیغیه، یه گلیه، خیلی تیغ داره نظیر زبانه، اسمشو گذاشتی زبان مادر شوهر و بالاخره نیشه ها در میان خیش و قوما نظیر خواهر شوهر و عروس، عروس و خواهر شوهر زیاد دیدیم که اگر این پسر یک کمکی به خواهرش، یک کمکی به مادرش بکنند چه قوقا سالاری درست می شود، چه توجیه کری ها درست می شود. در میان خش و قوما اگر بیشتر از غریبه ها نباشد هست، در میان غریبه ها هست، در میان بازاری ها زیاده. مشهوره میگن ملا نصرالدین، ملا نصرالدین ما نداریم ها، اما مثال هاش مثال های خوبیه. پسرش مرده بود، میرفت سر قبر، برای پسرش گریه میکرد، اما بعض اوقات هم پا میشد یه لگد دو لگد به قبر میزد، میگفتن آقا اگر گریه میکنی چرا لگد میزنی دیگه چرا؟ گفت آخه پسرم مرده دلم میسوزه، اما همکارم خوشحالم مرده پا رو قبرش میزنه. همه داره در روایت داره، در روحانیت خیلی بالا هست. برای این که اگه خودسازی نشه، اگه این درخت رزالت کنده نشه، دیگه آخوند و بازاری نداره، دیگه اداری و غیر اداری نداره. میبینیم در اداره ها چه قوقا سالاری، چه دعوا سالاری راجع به یه ریاست، اونم یه ریاست چند روزه پوک. اینها همه زنگ خطر است. این که ما باید مبارزه کنیم با این حسادت. راه مبارزه هم چی؟ بی‌اعتنایی. یعنی در وقتی که حسادت گل کرد میخواد کار کنه، شما جوابش ندید. همین مقدار بسه. مبارزه ها داره. علمای علم اخلاق در این باره ها خیلی حرف زدن، اما همین مقدار من به شما بگم حرف من رو بشنوید درست میشه. وقتی حسادتتون گل کرد میخواید بهش سلام نکنید، سلام کنید، تعارف کنید. وقتی حسادت گل کرد میخواید چشم هم چشمی کنید نکنید. وقتی حسادت گل کرد میخواید پشت سرش غیبت کنید، تهمت بزنید، شایعه پراکنی کنید، آبروشو بریزید نکنید. و بالاخره هرچون حسادت میخواد بشنوید. این درخت رزالت دیگه وقتی آبش ندادی به خودی خود میخشکن، البته سالها طول میکشن، به خودی خود میخشکن. اون وقت نوبت میرسد به این که جای حسادت عاطفه، رأفت، مهربانی، خیر برای مردم بخواهی، که اون یک بحث مفصلی داره انشاءالله فردا درباره اش صحبت میکنم. همین مقداری که مذمت شده در حسادت تعریف شده این که ما باید خیرخواه مردم باشیم.
یعنی وقتی ببینیم که فلانه یه اتومبیل داره خیلی خوشحال بشیم، حمد خدا بکنیم. تعریف پشت سر او به دیگران، وقتی ببینیم خانه خوب داره ناراحت نشیم، تعریف بکنیم، خوشحال بشیم، شکر خدا بکنیم. وقتی ببینیم عالمه گرفته، منبرهاش خوبه، استقبال مردم خوبه، حسابی شکر بکنیم. الحمدلله در روحانیت چه فرد خوبی پیدا شده، مردم به او گرویدن تا آخر. این لازمه. حتی مثلا در بازار میخواد کارشکنی کنه برای اینکه مشتریشو ببره، مشتریهای خودشو بده به او، بفرسته دنبال او، برای اینکه هی ضربه بزنه به این حسادت، ضربه بزنه تا کم کم این درخت حسادت بخشکه. اگه کردید کردید، اگه نکردید بدون بگم آدم حسود عاقبت به خیر نمیشه. و حالا اگه هیچی هم نباشد جز این روایتی که خوندم الحسد، این روایت رو هر روز برای خودتون بخونید، مخصوصا حسودا، الحسد تأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب، بعدم براتون معنا کنید، بگید که حسادت نامه اعمال مرا نابود میکنه، اعمال خوب مرا به او میدهم. اگر من حسود باشم به دل حسود خدا رحمت نمی کند، نظر رحمت ندارد، دعا مستجاب نمی شود، اعمالم هم قبول نمی شود. ای مرتب این مبارزه، مراقبه، صبح شب هر وقت وقت داری. و حسادت خیال نکنید نیست، فراوون. من خیال نمی کنم یکی الان در جلسه بتونه بگه من حسود نیستم. نمیشه بود، از نظر علمای علم اخلاق نمیشه. این حسادت چیز بدی است، خیلی بدی. عکسش این خیرخواهی خیلی خوبه. انشاءالله فردا درباره ضد حسد صحبت میکنم انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.